به دروازه های او با حمد بیایید و به سحنه های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خانید آمین امروز خداوند از آسمان شما رو قوتی تازه میبخشه امروز خداوند اینجاست که خستگان رو جانی دوباره ببخشه امروز خداوند اینجاست که به تمام ماتمیان تسلی بده روح خدا ما رو به راههای راستی روح خدا ما رو به مسیرهای سلامتی روح خدا ما رو به مسیرهای کشف کلام خدا روح خدا ما رو بلند می‌کنه ما رو احیا میکنه ما رو تبدیل میکنه مکاشفه می‌ده. وعده خداوند هست که مرد و زن عادل هفتاد بار میافتند اما خداوند افسادگان رو بلند خواهد کرد نام ایساس که تبدیل میکنه نام ایساس که شفا میده نام ایساس که دعای ما رو به آسمان میبره نام ایساس که ما رو لایق میکنه فرزند بشیم نام ایساس که باعث میشه ما اصلا جرأت کنیم به آسمان سرمونه بکنیم بالا یک قطره از خون او کافیه تمام گناهان تو رو تمام خطایای تو رو تمام اشتباه های تو رو تمام اسارتها ها و تمام لعنت ها تمام بدبختی ها تمام ناله ها و تمام بیماری های تو رو پاک بکنه همون نامیه که خدا به عیسی داد تا هر زانوی در مقابلش خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که تنها عیسی خدا بنده نامی موفق تمامی نام ها موافق تمامی سلطنت ها و ریاست و قوات چرا افسردی؟ چرا نگرانی؟ چرا ناامیدی؟ آنکه زیر اقتدار خدای قادر مطلق می و مینشیند در امنیت خواهد بود. بلای در روز تا اون در شب تید در تاریکی به او آسیبی نخواهد رسید. از شیر بچه و ما رو عفی خدا او رو محافظت می کند. همان روحی که عیسی را پس از مرگ از مردگان برخیزانید، همان روح، همان روح القدس قادر هست امروز تو را از تمام اون قسمتی که داری درد میکشی بلند بکنه. تو را آزاد بکنه. پس اکنون پس الان پس امروز پس همین الان به سوی تخت فیض ایسا بودو تمسی خداوند شاه پرجلال خدمت تک تک شما عزیزان و خواهران برادران و عزیزانی که از راه دور هستید آنانی که صبح هستید صبحتون بخیر آنانی که شب هستید شبتون بخیر ما بقی عصر رو خوشامد آمد میگم به تک تک شما ایزان به جلسه باید پرستش مینیستری ایلام زنده باشد که امروز خداوند از آسمان با ما حرف داره و باشه که گوش های ما شنوای این کلام خداوند باشه و در حضور او استراحت و آرامی بیابیم آمین خدا را شکر برای روزهای یک شنبه یا هر روزی که خداوند ساخت کلام خدا میگه همه روزها روزهای خداست و همش نیکوست چرا که خداوند خدای سلامتی خدای رحمت خدای نیکویی خدای فیزه و چقدر عالیه که ما روزانه زیر باران این فیض خداوند تجربه کنیم آنچه که در واقع قرار برای من و تو محیا کرده و امروز روز خاصی روز یکشنبه روز عبادت روز پرستش روزیه که خداوند قرار با ما صحبت کنه روزهای بسیاری هست که در واقع ما با خدا صحبت میکنیم راز و نیاز میکنیم و از اون میخوایم چیزهای بسیاری اما یک جای هم هست که خداوند میخواد با ما صحبت کنه پس لازمه که استراحت کنیم و سکوت کنیم و اجازه بدیم خداوند از قلبش با ما سخن بگه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که هیاهو و صداها خیلی زیاده صداهای بسیاری افکار ما رو درگیر میکنه اخبار، وقایع زندگی ها، کار، مشکلات، بحران ها توی خانواده، درگیری های مالی، اقتصادی سو تفاهم ها، نگرانی های بچه ها ذهن ما پر از آشوبه، پر از توفان های جور و واجوره مریضی ها دائم همینطوری موج میزن مثل تورادو داره میچرخه تو ذهن های ما و بعضی مواقع این صداها اینقدر زیاده دوست داری کلت و فشار بدی که یه نوعی صداها رو خاموش کنی اما احساس میکنی که نمیشه و چقدر سخته تو این همه صداهای هیجانی تو این همه صداهای توفانی تو این همه صداهای در واقع هیچ کدومش هم چیز خوبی نیست یه خبر خوب نیست که دومی یه خبر خوب یه خبر بعدی خوب و بهتر و بهتر و بهتر باشه که بگی وای من چه, من, من, من چه کار است با این همه خوشی خب بلکه میبینید در واقع مثل اون اخباری که در واقع بعضی موقع به عیوب میرسه هنوز خبر اولی تموم نشده دومی دومی تموم نشده سومی سومی تموم نشده چهارمی چهارمی تموم نشده پنجمی همینطوری طوفان ها داره میچرخه پشت سر هم هوایی سرد و گرم کنار هم دیگه و یه طوفان فکری و واقعا از مواقع شنیدن صدای خدا تو این طوفان ها خیلی سخته و بیشتر از هر کدوم از این صداها احتیاج داریم که یک صدای موافق این صداها یک صدای قدرتمندتر از تمامی این صداها یک صدایی که در واقع اختدار داره بیاد به من بگه نترس من با تو هستم نترس اینجا همراه تو هستم ولی معمولا تو این صداها شنیدن صدای خدا خیلی سخته اونجا زمانهایی که در واقع خودت میمونی و این همه صداها و تنها چیزی که در واقع شاید بهتر به کار ببری اون موقع ایمان منه ایمان من از کجا جمع شده ایمان من از اونجایی جمع شده روزهای خ... که صدای خدا رو میشنیدم تبدیل شد به ایمان کلام خدا میگه ایمان از شنیدنه ایمانی که من دارم همون صدای سیب شده همون صدای ضبط شده همون صدایی که در قلب من و تو محفوظ شده و تبدیل به ایمان شده و این صدا احتیاج داره که یک بار دیگه در واقع سخن بگه و روزهای طوفانی موافق تمامی این صداها اگر یک روز تو فوفان ها منتظری که خدا یا با من حرف بزن و تو این صداها صدای خدا رو نمیشنوی صدای خدا در قلب تو ثبت شده ایمان تو به کار ببری خداوندا کمکم کن این ایمانی که یک زمانی جمع کرد سیف کرد برای خودش پسنداز کرد جمع شد برای روزهای سختی داوود درباره صحبت میکنه کلامت رو تو رو در دل, دل خود محفوظ کردم در دو روزهای سختی مرا رو اعانت کند روزهای سختی بیا به من کمک کنه روزهای سختی بیاد به من سخن بگه روزهای سختی من رو به یاد نیکویی های خدا بیاره که اعلام کنن خدا من نیکوست و رحمت او تا ابد پا جاست آمین چیزی که توی قلبم هست امروز با هم صحبت کنیم میدونیم درباره قانونهای قانون های آسمان داریم صحبت میکنیم و زوایای این ها رو داریم با هم صحبت میکنیم درباره اینکه خدا در ذات خودش وقتی بازش میکنیم به یکی یکی نگاه میکنیم این خدای خالق این خدای فیض این خدای عدالت این خدای قدوس این خدای محبت این خدای ها و رحمت و خدای شالم یکی یکی همینطوری داریم میایم جلو چون تمام قانونهای خدا با ذات خدا یکیه تمام قانونهای خدا قانونهای آسمان قانونهای سلامتیه گفتم راجه به قانونهای زمین و شریعت صحبت نمیخوایم بکنیم راجع به قانونهایی که بعد از گناه اتفاق افتاد نمیخوایم صحبت کنیم راجع به قانونهایی که قبل از گناه همه چیز نیکو بود و خدا بود و خدا بود و خدا بود و خدا گفت آسمان و زمین آفریده شد و تمامی هستی و همراه اون اومد امروز میخوام یه بودی از این قانونهای خدا رو که دلیل قانونهای خداست که انگیزه قانون, ها. اصلا قانون چرا باید بیاد درست صحبت کردیم خدا به انسان یه حقی میده و این حق کنارش یه قانونی میاد که محافظت کنه از این حق اما چرا هستن باید بیاد و از کجا داره میاد و این قانونی که داریم راجبه صحبت میکنیم دلیل و انگیزه خدا برای این قانون آسمان چیه قانون آن چیزی که قراره به من و تو منفعت برسونه و دو ما رو محافظت کنه تمام قانون های خدا یا قانون های رحمت خداست یا قانون های حمایت خداست و حفاظت خداست آمین ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که در واقع کلام خدا درباره اون صحبت میکنه زمانهای آخره وقتی راجع به زمانهای آخر داریم صحبت میکنیم فکر میکنیم ان قریبه که دجال بیاد ان قریبه که الان رو انجام بشه ان قریبه که در واقع الان نمیدونم اون جفای عظیم به وجود بیاد ان قریبه که در واقع این و این و این اتفاق بیفته خبر از جنگ ها و جور و با جور بشه که بله اینها رو داریم میبینیم رو داریم میبینیم احتیاج در باره زمان های آخر صحبت کنیم یا بریم کتاب مکاشفه رو وقتی علامات رو نگاه میکنیم احساس میکنیم که در واقع از این کتاب تاریخ زمین دو تا برق بیشتر باقی نمونده و راقن قریب به پایان کتاب میرسه چون که چیزهایی که داریم دربارهش بارش صحبت میکنیم چیزهاییه که علامتاش خیلی مشهوده یکی از این علامت که کلام خدا در بارش داره صحبت میکنه که امروز مرکز و قلب پیغام خداست میگه در زمانهای میگه در زمانهای آخر محبت بسیاری کم میشه رابطه مستقیمی بین زمانهای آخر و محبت وجود داره انگار یه باتریه که به قول داره دور آخرش رو میزنه انگار یه باتریه که در به سمتی داره میره که تمام بشه انگار دیگه این مردم چیزی از اون محبتی که کلام خدا دوریش صحبت میکنه نیست و امروز میخوام یه مقدار برگردیم این محبت رو در ابتدای خلقت بررسی کنیم و بعد بیاریمش دوباره توی خلقت و ببینیم چرا کلام خدا میگه که داره تمام میشه اولین بار از کجا اومد و برای چی اومد و کاربردش چی بود که الان داره تمام میشه وقتی نگاه میکنیم به کتاب مقدس نگاه میکنیم که شخصیت خدا رو وقتی نگاه میکنیم در ذات خدا اسامی مختلفی ما میبینیم که خدا محبت است آمین کلام خدا نمیگه خدا محبت دارد چون خدا چیزی به نام دارایی ندارد بلکه استه. است هست هستم آنکه که هستم نه اینکه خواهم داشت آن که آرزو کنم داشته باشم خدا محبته خدا عدالت نداره خدا عادل هست امین خدا قدوسیت نداره خدا قدوس است چون که ذات خداست اگه ذات خدا رو بخوایم دست بهش بزنیم چیزی بهش اضاف کنیم یا کم کنیم متلاشی میشه اون موقع دیگه انگار انگار خدایی که درباره در صحبت صحبت میکنیم خدای متغیر خدای تغییرپذیره و ذات خدا چیزی که دست نباید بهش بزنیم و بعدا به شما میگم حواسمون باشه به ذات خدا دست نزنیم چون که تو جنگ های روحانی چیزی که شیطان دائم میاد صحبت از این میکنه پس کجاست عدالت خدا کجاست این محبت خدا چیزی که امروزه زیاد دربارش دا داریم میشنویم کجاست این محبت خدا اگر خدا محبته پس این همه بدبختی و مصیبت این همه بلا و درد و سختی پس کجاست این محبت پس این جنگ روحانی داره محبت رو میزنه داره شلیک میکنه به محبت خدا کافیه که در قلب تو محبت خدا متلاشی بشه محبت خدا آسیب بخوره محبت خدا بشکنه محبت خدا خراش ورداره محبت خدا ترک ورداره تو قلب من و تو دیگه توی زندگی تو هیچ چیز جاش نیست وقتی نگاه میکنید و خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تویی و باگر بود و بعد شروع میکنه به خلقت چیزی که در واقع ما میبینیم خلقت رو کنار هم دیگه قرار میده محبت خداست محبت خدا یه چسبیه که هر چیز رو کنار هم قرار میده خوب گوش کنید محبت خدا همچون چسبیه که هر چیز رو کنار هم قرار میده اگر میبینی تمامی خلقت سر جاش ایستاده به خاطر محبت خداست که سر جاش ایستاده وگرنه اگر نباشه همه چیز فرو میریزه بعضی مواقع ما از خدا و محبت خدا انتظاری داریم که خلاف ذاتهای دیگه خداست و فراموش نکنیم در محبت خدا عدالت خدا هست در محبت خدا قدوسیت خدا هم هست در محبت خدا فیض خدا هم هست در محبت خدا راستی خدا هم هست در عدالت خدا محبت هست و قدوسیت هست و در قدوسیت خدا محبت هست و عدالت هست و از تمام ذات خدا هر آنچه که شما میبینید مابقی ذات خدا وجود داره پس وقتی چیزی از خدا میخوایم حواسمون باشه آنچه که از خدا میخوایم به عنوان محبت آنچه که از خدا میخوایم به عنوان فید حواسمون باشه عدالت خدا رو نشکنه قدوسیت خدا رو نشکنه به خاطر همین بعضی مواقع ما میریم در حضور خدا و دعا میکنیم خدای اینو به من بده اینو به من بده اما غافل از اینکه داریم قدوسیت خدا رو میشکنیم عدالت خدا رو میشکنیم و هم به خاطر همین جوابی برای دعای ما نخواهد بود مثل یه شخصی میمونه که در واقع میاد شروع میکنه لعنت و نفرین کردن یک چیزی و کسی و انتظار داره که خدا به نوعی پاسخشو بده و خدا نمیاد در واقع به خاطر دعاهای یک نفر که مورد لطف قرار بگیره ذات دیگهشو بشکنه ذات دیگهشو زیر سوال ببره خیلی موقع دعا میکنیم که خدای ما رو مورد رحمت قرار بده اما رحمت خدا خارج از قدوسیت نیست محبت خدا خارج از عدالت خدا نیست محبت خدا خارج از ذات خدا نیست به همین دلیل وقتی چیزی رو میخوایم که برمان رحمت خدا تو زندگیمون بریزه خدای به من رحم کن خدا رحمتت بیاد بر من باز میبینید در رحمت خدا عدالت خدا هست در محبت خدا صداقت خدا هست و راستی خدا هست و به این معنی نیست که در خدا از هر روش غیرقانونی استفاده میکنه که من و تو رو محبت کنه اگر اینطوری بود لازم نبود که عیسی رو بره عدالت ما بشه به خاطر عدالت بود که عیسی باید میمرد محبت خدا میخواد نجات بده عدالت میگه که این گناه کاره محبت میخواد نجات بده قدوسیت میگه این گناه کاره و خدا به خاطر محبتش نمیاد بگه بی خیال قدوسیت بی عدالت من خدای محبتم میخوام به فرزندم حال بدم میخوام کمکشون کنم ولش کن بابا قدوسیت و عدالت همچی چیزی نیست به همین دلیل مایره که میگه باشه فرزندم گناه کرده میخوام محبتش کنم و میدونم مزد گناه موت خودم براش میمیرم خدا جهانیان رو محبت نمود پسر یگانه خدا تا هر که به ایمان آورد او مرد و رستاخیز کرد یعنی عدالت رو رعایت کرد تا محبت کرد خون عیسی ریخته شد تا قدوسیت رو در واقع به رضایت بگیره که تو قدوسی میدونم نمیتونی با گناه سازش کنی اما اگه یه نفر جریمه گناهانشو بده و اونم یه نفر یک بیگناه باشه و اون پسر خدا باشه چی؟ اونجاست که قدوسیت در آرامی قرار میگیره بله این پاک کرد عدالت میگه بله این جبران کرد پس میخوام به شما یاد بدم که توی دعاهایی که میکنید حواسم باشه رحمت خدا رو میطلبی حواست باشه ذات خدا رو ما بقیه ذات و خدا زیر سوال نره نه جواب دعای ما نمیاد خیلی ما افراد میخوان تاریخ رو انجام بدن خدایا ما رو به هم برسون استاد به هم ما رو به هم برسون آلستون بالستون خب ما رو به هم برسون یه دفعه یه دعایی میخواد بکنه اوکی رحمت خدا آمین خدا رو شد. خدای رحمت خدای پیوند خواست. اما نمیاد در روش های غیر اخلاقی دو نفر به هم برسونه خدا از اخلاقیات استفاده میکنه که برسونه اما نمیاد اخلاقیات رو بذاره زیر که دو نفر فقط با هم برسونه پس میبینیم در واقع جایی که محبت خدا هست یک پیوند و یک یه پارچگی و یک دوام و استواری باقی میمونه و وقتی کلام خدا میگه در زمانهای آخر محبت بسیاری کم شده میخوام امروز در واقع زوایای مختلف محبت رو با هم در نظر بگیم و چرا دارم میگم محبت چسب خلقت محبت لبریز شدن عشق خداست که روی خلقت داره میریزه اگه میبینی خلقت داره به وجود میاد یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و خدا, و خدا بود و خدا بود و خدا بود و یه دفعه اومد آسمان و زمین اومد خورشید اومد پرنده و خزنده و چرنده و گیاه و میبینی خلقت داره میاد همینطوری داره جاری میشه ایتون باشه دوباره فیس صحبت کردیم که از ریشه کلمه افاظه میاد افاظه یعنی جاری شدن یک آبی از بالا به پایین افازه مثل آبشار از بالا داره میاد پایین فائل که خداست فیض رو فقط جاری میشه و اونجایی که در واقع جمع میشه اون آبی که اونجا جمع شده و شما جمعش بکنید میشه فیض خداست وقتی میری تو فیض خدا شنا میکنی وقتی میری زیر این فیض خدا شروع میکنی با اون آبتنی کردن در زیر این فیض قرار میگیری میری تو قوت ور میشی در فیض در واقع اونجا جایی که تمامی فیض خدا تو رو فرا میگیره و این فیض به لیاقت من و شما نیست فیض چیزیه که در واقع من و شما لایقش نیستیم اما خدا به ما میده واژه مستقیمی بین فیض و بخشش وجود داره قبلا راجع بهش صحبت کردم بخشش چیزیه که در واقع تو لایقشی اما خدا به نمیده یعنی چی چیزی که من لایقشم خدا به من نمیده میگه مزد گناه موت و جهنمه جهنم رو بد نمیدم میبخشمت بخشش یعنی آنچه که تو لایقشی بد نمیدم تو با بری جهنم جهنم رو بد نمیدم تو دوری ابدی بهت نمیدم توی داوری نمیارمت بخشش یعنی چی آنچه که لایقشی به خاطر زندگی و گناه بهت نمیدم فیض یعنی چی فیض چیزی که تو لایقش نیستی بهت میدم یعنی چی من لایق چی بودم یا در واقع لایق چی نبودم میگه تو لایق بهشت نیستی چه کار کردی میخوای بری بهشت هیچی لایقش نیستی اما بهت میدم لایق بهشت نیستی بهت میدم لایق لطف نیستی بهت میدم لایق رحمت نیستی بهت میدم لایق مورد احترام قرار گرفتن نیستی بهت میدم آنچه که تو لایق نیستی بهت میدم پس رابطه مستقیم بین بخشش و بیز میبینیم آنچه که لایقشی بهت نمیدم آنچه که لایقش نیستی رو بهت میدم آمین و چیزی که باعث شد این رابطه شکسته ما با خدا در واقع دوباره پیوند بخوره محبت خداست رابطه ما شکسته شد به واسطه گناه این شیشه خراش برد ترک برد این فاصله اتفاق افتاد از گناه آدم به ما به ما تا نسل تمامی بشر و چیزی که اتفاق افتاد این بود بین ما و خدا فاصله افتاد چیزی که باعث میشه دوباره ما رو پیوند بده محبت خدا جهانیا رو محبت نمود محبت نمود برای چی که دوباره پیوند بده تمامی اون چسب رابطه محبته اما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که این محبت ها خیلی کم رنگ شده و این خیلی کمرنگ کم رنگ شدن باعث میشه که در واقع روابط شد دوچار آسیب میشه بعضی مواقع ما به محبت خدا میچسمیم و دیگران رو نمیبینیم فقط خدا، فقط خدا و فقط خدا. من هستم و تو ای خدا. و میخوایم تو خلوت خودمون فقط با خدا زندگی کنیم. حاضرم برای خدا جونم بدم. و ممکن دیگر رو نبینیم میگن یه شخصی بود رفت بالای کوه و تو رویایی میبینه میگه دیدم رفتم بالای کوه قلب شکسته ای داشت و رفت بالا گفت خداوند من اومدم اینجا نزد تو از این مردم بریدم از این مردم کم و بردم از این مردم دیگه دل بریدم اومدم فقط با تو زندگی کنم محبت یعنی تو این پر از بدی پر از شرارت پر از خشم و بغض و کینه است پر از نفرت پر از دشمنی من خسته شدم از این دنیا اومدم اینجا نزد تو با تو زندگی کنم اومدم توی کوه خودم اومدم توی قار خودم فقط من باشم و تو مثل سومه نشینه باشم که در واقع فقط من از و خدا بلکن مردم دنیا را میگم تو که اومده بودم بالا داشتم دعا میکردم خدای بیا من اومدم نزد تو میگه صدای از پایین اومد گفت پسرم پایین چه بالا چه کار میکنی بیا پایین میگفتم گفتم تو کی هستی گو من عیسی هم بالا دنبال من نگرد من اومدم بین این مردم دنیا اگر میخوای با من باشی این پایین با من باش خیلی مواقع ما در واقع میریم تو انزوای خودمون فقط خدا و فقط خدا که عالیه محبت خدا رو میچشیم اما محبت دیگران رو قافل میشیم بعضی موقع برعکسه میری تو محبت مردم به این کمک کن با آقا ول کن آدم باش خدا چیه خدا وجود ندار آدم باش فقط دیگران رو محبت کن میفتین فقط محبت کردن دیگران به دیگران کمک کن خیر برسون برها به این برس به اون برس کار رو مددکاری بکن دست اینو بگی دست اونو بگی یه پرنده یه بدبختی یه بی پناهی یه آواره یه گرسنه یه برهنه یه بی یه معتادی یکی دیگه فقط دیگران و دیگران و خدا رو فراموش میکنیم و محبت خدا رو فراموش میکنیم میفتیم تو محبت کردن به دیگران بعضی مواقع ممکنه در واقع محبت خدا رو فراموش میکنیم محبت دیگران رو فراموش میکنیم شروع میکنیم فقط به محبت کردن خودمون آقا خودم آقا دست بذار و کلای خودت باد نبره آقا این دور زمونه کس نخورد پشت من چون داخونه انگشت من شعرم که زیاد بلدیم همه شاعر همه حرفه آقا خودت باید بار خودت رو ببری آقا خودت باید چی کنی تو این دور زمونه آقا دعا کردن ما آدمای ضعیفه خودت باید جمع کنی من منتظر مردمم نباش بی خیال فقط خودتو محبت کن محبت خدا رو فراموش محبت دیگران رو فراموش بگم خود, خود رو محبت کنم ایجای خودخواهی خود خواهی میاد و فقط خود هم رو میبینم انگار دیگه چیزی نه آسمان وجود داره نه در زمین حالت چهارم اینه که شخص نه خدا رو محبت میکنه نه دیگران رو نه خودش همچه آدم هایی به تی خط میرسن انسان با محبت زنده است چه بگیره چه بده اگر محبتی وجود نداشته باشه انسان متلاشی میشه پاشیده میشه از هم همچنین افرادی رو به خودکشی میرن کسی که خدا رو دوست نداره یا فکر میکنه خدا دوستش نداره یا دیگران محبت نمیکنه یا فکر میکنه این محبت دیگران وجود نداره و یا خودش محبت نمیکنه یا میرسن بی ارزشه هیچ چی وجود نداره نه آسمان نه زمین در درون متلاشی خودکشی افسردگی ناامیدی از کجا میاد افسردگی شخص کجا میره به افسردگی جایی که احساس میکنه نه از آسمان خبریه نه از زمین خبریه نه در درون من چیزی هست رو نداره هر جایی که محبت آسیب ببینه همونجا متلاشی میشه وقتی تو رابطه با خدا به یک جایی میرسی که احساس میکنی خدا تو رو دوست نداره احساس میکنی خدا تو رو نمیبینه یه ترد شده به خدا میگیری و شیطان کارش اینه پس کجاست این خدایی که در صحبت سو رابطه که بشکنه برای اینکه رابطه بشکنه باید محبتش رو زد و شیطان کارش اینه که محبت رو میزنه اگر رابطه با خدا محبت خدا رو بزنه تو رابطه با خدا میشکنی اگر تو رابطه با دیگران محبت زمینی رو بزنه تو رابطت با دیگران میشکنی چرا این همه پاشیدگی این همه جدایی این همه بغض و کینه و نفرت و بد و دشمنی برای چی رو زمینه این همه جدایی برای چیه چون یک بار زن یا یک بار مرد یا بچه‌ها احساس میکنن که محبتی وجود نداره محبت که وجود نداشته باشه پیوند میشکنه میفهمی دارم راجبه چی صحبت میکنم محبت که نباشه میشکنه رابطه ها میشکنه خانواده ها میشکنه دوستی ها میشکنه همه چیز میشکنه وقتی که محبتی وجود نداشته باشه محبت چسب رابطه هاست محبت چسب خلقته زمانی دنیا فروخت رسید که کتاب مکاشفه میگه اینکه چه نگاهی دارید که چه برداشتی کتاب مکاشفه بدارید زمانی که آسمان و زمین فرو میریزه خورشید فرو میریزه همه چی فرو میریزه برید نگاه بکنید وقتی کلام خدا میگه اینطوری شد اینطور شد نمیدونم دو نیمه شد سوخته شد زمین سوخته شد سیارات ریخته شد ببینید اون لحظه که داره میگه همه چی داره میریزه زمین همه چی داره فرو میریزه اونجا ببین چه چیز وجود نداره که همه چی داره فرو می و چرا داره فرو میریزه و چرا تا الان فرو نریخته محبت خب نگرش داشته محبت خدا نگرش داشته این تموم میشه یک جایی که مردم دیگه محبت خدا رو نمیپذیرن کلیسا روبوده شده رفته بالا اونایی که فیض و فهمیدن رفتن بالا اونایم که بعدن ایمان میارن بعد از بودگی همه کشته میشن میمونه کسایی که هیچ رابطه ای با خدا ندارد. دنیا در سقوط کامل و پذیرش 666 و در حاکمیت شیطان. و اونجاست که در واقع کلام خدا درباره یک زمانهای آخر صحبت میکنه در زمانهای آخر محبت بسیاری کم میشه چرا؟ چون همه چی داره میشکنه تا تقی به توقی میکنه رابطه ها میشکنه دقت کنید چرا هم میشکنه زود رنج دل رنج میشکنیم چون چیزی که باعث میشه که در واقع ما دوام بیاریم محبت خداست و بعد ما کلام خدا هم بر همین میگه که کم میشه نمیگه نبوده میگه کم میشه محبت خدا نایاب میشه اما که واقعا ما چرا نمیتونیم محبت کنیم یه سواله. چرا ما نمیتونیم محبت کنیم اینکه چی نمیذاره ما محبت کنیم یه چیزه اینکه چرا ما محبت نمی کنیم یه چیز دیگه برای شما توضیح میدم فرق این دوتا با این چی. چرا ما نمیتونیم محبت کنیم یه زمانی من محبت دارم اما یک مانعی وجود داره نمیذاره من محبت کنم مثل دلشکستگی مثل ترد شدگی مثل زخم محبت هست اما نمیتونی به این میگن مانع یه مانه هایی وجود داره ترد شدگی خیانت دیدن تمام اینها باعث میشه که در واقع تو محبت داری اما مانع وجود داره نمیذاره بیا بیرون پس تو یه چیزی داری به نام محبت تو ما مانع ها نمیذاره قلب شکسته قلب زخمی و این چیزها نمیذاره خب اینها احتیاج به شفا آزادی داره احتیاج به ملاقات داره احتیاج به تبدیل داره احتیاج داره که شخص آزاد بشه تا بتونه این محبتی که جمع شده جاری بشه که معمولا ما توی این مرحله گیر میکنیم اکثر ایماندارها توی این مرحله گیر میکنن اما یک سال دوم که میگم چرا ما نمیتونیم محبت کنیم میخوام به این سال بپردازم که نمیتونیم محبت کنیم یه دلیلش اینه که چون که ندارم ندارم یعنی چی؟ اگر مسیحیت محبت رو جمع کنید یه مذهب خوش خواهد شد چون دیگه چیزی باقی نمیمونه شالوده و بنیان و اون ریشه در واقع مسیحیت هست و محبت خدا و به همین کلام خدا روش دست میداره ای کسی محبت نداره من نیست ای کسی محبت خدا رو نچیشیده چی نمیدونه ای دائم تمام این هایی که میدونید و همش هم بلدید صحبت از می میکنه اگر نداری اگر نداری نداری داره نشانی میده دار تمام پیغام مسیحیت یک واژه است محبت یعنی دلیلی که باید شده چیزی به نام مسیحیت و مسیح و پیروان مسیح وجود بیاد محبت خدا بود اما جالب این راجع به دنیا صحبت نمی کنه کتاب مقدس درباره کلیسا صحبت میکنه. کنه نمیگه محبت دنیا کم میشه میگه محبت ایمانداران کم میشه میگه محبت مسیحیا کم میشه از کجا میگی در راجع محبت مسیحیا صحبت میکنه چون که اصطلاحی استفاده میکنه که اسم رمزه این رمز فقط کلیسا داره به شما میگن این رمز چیه از این رمزی استفاده میکنه که فقط کلیسا میشناستش و محبتی صحبت میکنه که فقط مال کلیسا است. و به همین دلیل وقتی در زبان اصلی یونانی نگاه میکنیم ای اسم رمز فقط مال کلیسا بود مال دنیا نبود به همین دلیل با کلیسا داره صحبت میکنه با همین اسم رمز تو جنس محبتی که استفاده میکنه جنسیه که فقط مال کلیساست مال دنیا نیست به همین دلیل تو واژه که نگاه میکنید نمیفهمید تو آیه که نگاه میکنید فکر میکنید راجع به تمامی دنیا صحبت میکنه اما ریشه اصلیش که نگاه میکنید به در به کلیسا داره صحبت کلیسا منظور یک کلیسای محلی نیست راجع به ایمانداران سراسر سر دنیا داره صوبت. میخواد فارس باشه میخواد عرب باشه میخواد ترک باشه چینی باشه آمریکایی باشه اروپایی باشه آفریقایی باشه فهم نمی نمیکنه هر کسی که در واقع مسیح رو داره راجع به تمامی بدن مسیح در دنیا داره صحبت میکنه که منو شما هم تیکه کوچیکی از اون هستیم. چرا نمی دونم محبت بدم چون ندارم که بدم ما نمیتونیم اون چیزی که داریم رو به دیگران بدیم یه در واقع بسخایی میکنم ما تنها میتونیم اون چیزی که داریم رو به دیگران بدیم نه چیزی که نداریم رو آفقید مگه چیزی داشته باشم به دیگری بدم میتونم بدم چیزی که ندارم نمیتونم بدم تجربه داشته باشم میتونم بدم نداشته باشم نمیتونم بدم حکمت داشته باشم میتونم بدم نداشته باشم نمیتونم بدم رحمت هم همینه و محبتم همینه اگه داشته باشم میتونم بدم نداشته باشم نمیتونم بدم موافقید آدم چیزی که داره رو میتونه بده میگه تا این حد داشتم یا اصلا ندارم میگه چرا پدر نمیتونه به بچه هاشو محبت کنه چی از پدرش هیچ وقت نگرفته پدر سختگیر پدر ترسناک شاید هم به نوعی تو دلش رحمتهایی بوده پدرای قدیم نمیذاشتن در واقع رحمتشون و, و محبتشون دیده بشه اما ترسشون رو تا دلت بخوا هفت برابر میکردن چشخ، چشخورشون رو هفت برابر میکردن سایهشون هفت برابر میترسون شاید هم واقعا تو قلبشون نبود اما چون که بچه اینا رو قلب پدر رو نمیدونه و چون که چیزی نمیگیره الان بزرگ شده ازدواج کرده بچه دار شده بچهش نبیده. چرا؟ چقدر پدرش نگرفه. مادر همینطور تو جاهایی نمیتونه چیزی رو به عزیزانش بده چرا؟ چون چیزی نگرفته زن و شوهر همینه شوهر همسر رو نمیتونه محبت کنه زنش رو چرا؟ چون ندیده باباش هیچ وقت نهیده باباش دور بغان صدقه مادرش بره تو خیابون که میرفته میگفته منزل اسم خانم مثلا توبا بوده بیش گفت بود. احمد همه نگاه که کنم منتظر یه سیبیل کلوک بودم مثلا یه خانم خب بعد نگاه میکن این احمد اسمش مبادا کسی بفهمه مثلا اسم این مثلا توباه مثلا یا یکی صدا میزد همه خونه صدا میزد اسم زن مثلا از شوهرش دستش میکرد تو هم شما دیده باشید بعضی هم سنتون نمیرسه که سه ذره بعدی من چی دارم میگم اینطوری جواب میدادن زنها خونه کسی نفهم از صدای زنه خب حالا وقتی بچه دار شدن اومدن عروس و دوماد دار شدن الان چیزی ندارن دیگه چیزی نگرفتن که اما خواهی خب براجب دنیای بی ایمانه طبیعی کسی چیزی نداره نمیتونه بزن. نگرفته به همین دلیل وقتی مشکلی به وجود میاد بخشیدن سخت میشه تو رابطه مستقیمی بین داشتن محبت و بخشیدن وجود داره میخوام رو برای شما باز کنم محبت و بخشیدن راجبه فیض و بخشش گفتیم نه از اونجایی که فیض محبت با هم رابطه مستقیمی دارن پس الان میخوام محبت رو با بخشش کنیم و بریم توی انجیل نگاه کنیم ببینیم این چیزایی که تا الان به شما گفتم آیا اون چیزی نیست که عیسی در بارش صحبت میکنه بعد ما ظاهرا فکر میکنیم یه سخنان رو روانشناسی ولی این نیست متاسفانه دنیای روانشناسی فهمیده تو کتاب مقدس چیه و گنجها رو برداشته برده برای خودش و با بزک و دوزک کردنش در واقع داره تو دنیا میفوشه قافل از اینکه ما منبعش رو داریم ما سرچشمه رو داریم ما حیات رو داریم چشمه رو داریم و چاه رو داریم اما تشنه دنیای بی ایمان میتونه در بیاره اما مسیحیت شاید نتونه اینو در بیاره بیا با هم نگاه کنیم به انجیل لوقا باب هفت از آیات 36 به بعد میخوام چند آیه رو برای شما بخونم انجل لوقا باب هفت آیه 36 به بعد داستان رو برای شما میگم مطمئنا چون که داستان رو بلدید بهتر میتونید از حافظتون استفاده کنید که اگه کتاب مقدس هم ندارید بتونید راحت از حافظتون استفاده کنید داستان داستان یک زنیه که توی شهر بدنامه عیسی یک روز دعوت میشه خونه شخصی به نام شمعون که یه شخص فریسی بود و توی مهمانی نشسته یه دفعه یک زنی سر و سیمه میاد داخل و شروع میکنه میفته به پای عیسی و شروع میکنه گریه کردن و با اشکاش پاهای عیسی رو شستن و با موهاش خوش کردن و یه عطری داره که عطر رو در میاره و شروع میکنه عیسی رو تطین کردن پس فکر کنم یادتون میاد داستان داستان چیه دیگه پس اگرم کتاب مقدس ندارید بریم تو این مهمونی و با, با هم بریم جا زیاد هست ما هم میتونیم بریم اونجا بشینیم یه گوشه بشینیم نگاه کنیم دیالوگ عیسی با شمعون رو ببینیم چه اتفاقی داره اونجا میفته چون عیسی فقط تنها با شمعون نبود کسای دیگه هم بود شاگرداش هم بودن یهودا هم بود بریم نگاه کنیم ببینیم درباره چه اتفاقی میفته. اونجا این مرد که در واقع شمعونه چون که زن رو میشناخت و میدونه سر واقع چیه میگه در دل خود گفت به راستی اگه این مرد نبی بود میدانست که این زن گناهکار است و نباید به او دست بزند میگه عیسی افکار او را خواند و در کلام علم دانست که چی میگه میگه شام اون چیزی رو دارم به تو بگویم بگو بیگو استاد میگه شخصی بود که از دو نفر طلب داشت یکی رو پنجاه دینار و یکی رو پونصد دینار و رفت سراغشون به این پونصد دینار قرض تو به من بده گفت ندارم بدم به اون گفت پنجاه دینار گفت تو قرض تو به من بده گفت ندارم چون نه پنجاه دینار نه پونصد دینار نداشتن هر دو رو بخشید. حالا سوالی از تو دارمش همون. به نظر تو این شخص کدام یکی رو بیشتر محبت نمود؟ میگه بخشیدشون. اینو بخشید، اینم بخشید. خوب گوش کنید. دو تا واژه. اینو بخشید، اینم بخشید. حالا سوالی که عیسی میکنه پشت بخشش داره میکنه. به نظر تو کدام یکی رو بیشتر محبت نمود؟ متوجه رابطه بخشش محبت؟ میگه انگیزه بخشش رو داره صحبت به نظر شما چه چی چیز باعث شد یا کدام یک را بیشتر محبت نمود طبیعی آن که 500 دینار بدهکار بود پس گناه بسیار محبت بسیار میخواد نه چرا ندارم بدم چرا نمیتونم ببخشم ندارم ندارم شما غیر از این میگید؟ ندارم. نمیتونم. گناهش بیشتر از محبت منه. خطاش بیشتر از محبت منه. به خاطر این زور محبت من نمیرسه بهش. نمیتونم. و بعد ایسا ادامه میده تو آیه 47 میگه گناهان او یا بدهی این زن که بسیار بود آمارزی شد زیرا محبت بسیار نمود یا بهتر اینطور بگیم اون که محبت کمتر یافت محبت کمتر می نماید آن که محبت بسیار می نماید یا بهتر اینطور بگم گناهان بسیار نمود و بخشش بسیار گرفت بیشتر محبت بسیار بده رابطه مستقیمی بین بخشش و محبت وجود داره بعضی مواقع ما تو دلمون مطمئن نیستیم وقتی میگه آقا محبت داری خب یه سؤاله نمیخوام پاسخ بدید از آب وجدانم نگیریم اما ما به عنوان ایماندار خوب هر از گاهی با خودمون رو چکاپ کنیم تو البته خودمون کسی قرار نی انگشت اتهام هر چند آدم ها دائم به ما میگن تو نداری تو نداری تو, تو اینی تو اینی تو اینی تو بی محبتی اونا فلش چونکه تو که اتفاقا کتاب مقدس واژه بعدا برای شما میگم این واژه محبتی که استفاده میکنه فائله ما تو کتاب مقدس محبت رو خدا فقط به دهنده حکم میکنه راجع گیرنده هیچ چی نمیگه یعنی هیچ چی برای گیرنده حرف نمیزنه فقط میگه بده به تو میگه بده به منم میگه همینطور به بقیه هم میگه میگه راجع دادن صحبت میکنه هیچ قانونی نیست برای دادن قانون هست اما برای گرفتن که در واقع یه نفر بیا ادعا بکنه چرا به من محبت نمیدی میگه قانونی تو نداری برای گرفتن اما برای دادن اون چرا قانون هست اما به چرا به من نمیدی هیچ قانونی برای تو وجود نداره که تو بخوای بی ادعا بکنی چرا به من نمیدی اما برای کسی که نداده چرا به خاطر همین ما دائم دنبال اینیم چرا به من نمیدی هزار با سوال گفت کسی اصلا طرفداری تو نخواهد چون که فیل راجبه انجام دادنه چه کسی بگیره چه نگیره اما کسی نمیتونه بگه چرا به من ندادی چون که منو مورد محبت قرار ندادی به خاطر هم کلام خودم میگه خدا جهانیان محبت نمود میگه همسایه خود محبت کن اما نبتون همسایه بگه تو نمیاری به من بدی حالا که در میزنی چون با شما اصیحی نیستی چرا نمیاری در خونه من به من مثلاً قیمه بدی چرا به من نمیاری در بشوری چرا نمیاری در خونه من پاک بکنی چرا نمیاری قرض بدی چرا نمیاری بخور من رو به من رسیدگی بکنی هیچ کتاب مقدس نیومده که تو اجازه داری بری صداتو بالا بکنی چرا به من نمیدی اما میاد یه من رو تو رو میگیره که چرا به دیگری نمیدی به خاطر همین دائم هم خودش فعلش دادنه هم به ما میگه بده حالا چه طرف بگیره چه نگیره پس حواسمون باشه تو تلهی نیفتیم که اصلا قانونی براش وجود نداره که چرا به من نمیدی اگه همسر تو رو محبت نمیکنه بخوای خب بری اعتراض کنی خدا این من رو محبت نمیکنه هیچ پاسخی برای تو نیست اما میره به شوهره میگه چرا بهش نمیدی اما به تو نمیتونه بگه آره میام هوا تو دارم میگیرم ازش حالا ببین نه اینطور نیست متوجه شدین چی میخوام بگم یا نه بیشتر راجبه فائله کسی که باید انجام بده خدا براش قانونها رو گذاشته چون که محبت از بالا میاد اما برگردیم به این زن میگه گناهانش بسیار بود اگه فرض بگیریم گناهانش بسیار بود بگیم چقدر بسیار بود شما تصور کنید مثلا این فکر کنید یک یک کتاب یا یک،, یک سایزی داره خب قطر و طول و عرض و ارتفاعی داره و شما تصور کنید که این گناهان یک شخص میتونه باشه که در واقع اومده و میخواد مورد اف قرار بگیره خب میگه چقدر بدهکاری یا میاد بهش میگه که میگه 50 تا به یکی میگه 500 تا شما تصور کنید حالا هر چی که هست 5000 تا شما به نظر شما اگه این 5000 تا بخواد مورد اف قرار بگیره آیا احتیاج به محبت 5000 تایی نداره پس رابطه مستقیمی بین گناه و محبت وجود داره هرچه چه گناه بیشتر محبت بیشتری میگیره حالا شما حساب کنید اسم این شخص کیه حالا هر چی هست یه شخص است داره من تو ما شما ایشان آنها حق نمیکنه شما تصور کنید گناهان بسیار کرده و بخشش بسیار گرفته من کجا میتونم بفهمم که این بخشش بسیار گرفته زمانی که محبت بسیار میکنه چرا محبت بسیار میکنه چون اون که داره رو میده وقتی نداره نمیده از کجا داره چون که گرفته از کی از آسمان به واسطه چی گناهان بسیار کسی که تو ایمانش از اولش میفهمه میگه وای بر من گناهکار این وای محبت بسیار میخواد خب حالا ما گناه خیلی هم بد نبودیم ولی خب خیلی هم پاستوریزه نبودیم اما حالا آدمی ایزاده دیگه حالا با دیوار کسی که بالا نرفتیم اون هم که نخوردیم کسی هم که دست راده نکردیم حالا یه دروغ کوچولو هم گفتیم حالا قبوله خب فکر کنید دروغ کوچیک یا این فریب دروغ کوچک که فکر میکنن در واقع کوچیک و بزرگ داره که تو مسیحیت نداره وقتی شخص فکر میکنه که من حالا یه گناهی کوچیک کردم به شما چقدر محبت احتیاج داره برای اون یه محبت کوچولو نه تاهرا وقتی میگه گناه من کوچیکه خود محبت کوچولو مرسی خدای حالا ایول حالا یه گناه کوچولو هم مثلا کردیم تو کردی این محبت کوچش کوچی کردی از حالا وقتی یه محبت کوچولو داره خوب گوش کن. وقتی با دیگران روبرو میشه بیشتر از این داره بده شما بگید داره بده؟ نداره بده که نگرفته چرا؟ چیگه باور نکردی بعد من خرابه به خاطر این وقتی دیگران نگاه میکنه و اون خیلی خرابه و یه ذره بود خراب بود به همین دلیل سایز محبتش کوچکتر از گناه خطایی حالا فهمیدی چرا نمیتونی ببخشی؟ که گناه طرف بزرگتر از محبت ماست. و محبت تو کوچکه چون که تو خیال خودت فکر کردی گناهات کوچکه. پس عفو کوچک گرفتم. پس رحم کوچک گرفتم. پس فیض کوچک گرفتم. پس خدا من تو رو شکر میکنم که من همچون دیگران گناهکار نیستم. ده یک میدم. روزه میگیرم. به دیگران خیرات میدم مثل بعضی دوز و گناهکار و باجگیر نیستم شخص گناهکارم بیرون در ایستاده و سینه خود میکوبه ای خداوند بر من برمنه گناهکار رحم دعای کدام شنیده شد اون چرا کسی که گناهان بسیار دارد و اعتراف میکنند محبت بسیار میگیرد کسی که اومده هیچ گناهی نکرده چی نمیگیره چرا نمیتونیم محبت کنیم نداریم صادقانه اینقدر بزرگ نیست کوچوکه جواب نمیده به اندازه خطای دیگران نیست زورش نمیرسه به همین دلیل وقتی کلام خدا میگه که در زمانهای آخر محبت کوچیک میشه تو که شخص احساس خود ادالتی میکنه من خوبم من خوبم من خوبم هر چی فکر میکنی بیشتر خوبی از محبت خدا داری کم میکنی و من خوبم محبت خدا رو کم و کم و کم کوچک حالا دیگران بد و بد و بدم به خاطر همین چرا نبتا محبتش کنم چون من خوبم و محبت کم محبت کم هم نمیتونه های بسیار رو بپوشونه چرا چون اگو اون اگویستی یا خودخواهی محبت خدا رو یادم رفته محبت گریم یادم رفته فقط من من مرکز خلقتم همه چی هلوش من میچرخه من خورشیدم و دنیا دور من میچرخه اینجاست که نمیتونم شما متصبه کن اگه محبت از مسیحیت کم جمع, جمع کنیم یه مذهب خشک میشه حالا اگه محبت از ما بردارن چی میشیم؟ آدمای یه مذهبی میشیم شروع میکنیم به دیگران گیر دادم. من خوبم و دیگران برداره. اینجا که یادم بیره که خودم مورد لطف و محبت خدا یادم رفته روزی که در حضور خدا آمدم و خدا من پذیرفت رو پذیرم. من کی بودم؟ من یه تلس که ما معمولا ممکن داخلش بیافتیم یه مروی کنیم بر قلبمون حالا فهمیدی چرا رابطه ها میشکنه؟ چی که چسبش آبکیه چسب جون نداره یه چیزی رو به عنوان شخص خطاکار توی زندگیت میخوای به خود پیوند بزنی خب پیوند احتیاج به چسب داره چسب محبته یه با یه ذره چسب و میخوام چطوری این انجام بدم شخص به این حالا به این خطاکار هر کسی یه نگاهی داره به خطا نمیچسبه چسب من دوام شما اگه یه چیز رو امروز خیلی تبلیغ میکنن که آره یه ذره چسب میزنی یه جا مثلا یه وزنه یه صد کیلوی رو نگه میدار خیلی خوبه هم کتاب مقدس میگه رابطه مستقیمی اگه میخوایی این صفحه رو بچسبونی تمامی صفحه احتیاج به چسب بخواد بکنیشون هم باش کنده میشه ولی چیزی به این سنگینی مثل گناه احتیاج به محبت بسیار داره نه یه ذره چست دوام نمیاره شما بعد موقع میخوای یه چیز سنگین رو به یه جای بس کنی یه کابینت داری میخوای بستش بکنی طبیعتاً محکم وست بشه اگر نه وقتی سنگین میشه بیاد پایین تمام چینی و هر چی که داری همش با هم یا پایین خورد میشه اگه مطمئن باشه که خوب نشسته اون چیزی که نگرش میداره معادل این وزنه رو میتونه تحمل کنه اما وقتی راجع محبتی که داریم صحبت میکنیم یه مقدار برای شما باز کنم که این محبت که صحبت میکنم و اون کلید واژه رمز چیه ما در کتاب مقدس با چهار نوع محبت روبرو میشیم چهار نوع چند تا؟ چهار نوع و واجه هاش هم به عنوان میشه تحت عنوان محبت محبت، دوستی، رفاقت و ادبیات فارسی هم واجه های زیادی وجود داره خب رفیق با محبت حبیبی خب این چهار نوع کلمه رو میخوام با هم مرور بکنیم اولی واژه‌ای که در زبان یونانی تو در عهد جدید درباره محبت یا دوستی و این چیزها صحبت میکنه واژه تحت عنوان اروس اروس راجع به یک دوست داشتنه که با حواس پنجگانه ما سر کار داره که ما معمولا استفاده می کنیم. مثلا شخص میگه که حوثه چی کردی؟ بریم بزنیم کلفاچه پاچه؟ بریم مثلا بزنیم مثلا یه یا آشورشتی یه مشتی یه جیگر سر سیخ بزنیم خب به این میگن اروز ای دوست داری بریم مثلا یه بریم یه کب و برگ کوبیده مثلا بزنیم روغن روش باشه باقلی پلو با ماهیچه مثلا چی عوض کردی چی تگری هندونه سرخ مثلا خونک خب خروزه بقول مرو پشتشم تالبی یه چای دبش بزنی لبسوزه لبدوزه بقول معروف لبریز میبینی همه خوشتون اومد اروس چیزیه که با ما رابطه داره اسمشی میشنمی اصلا جونت حال میاد حوص بکنی. به ایروس دوست داشتن دوست داری میگه خیلی حوص کردم آقا مدتی ما نخو بدیم یه حوص کردم بزنیم تو رگ خب به حواس به نوعی پنجگانه ما میگه یه عشق با مربو با فیزیک و حواس پنجگانه چیزی که دوست داری با قول بهت برسه با حواس پنجگانه ما حتی یه چی بو میاد کاشکی کباب میزدیم هست خب یه عجب بوی مثلا قرم سبزی میاد فکر کنم اینجا خونه ایرانی مثلا هستا خب حواس پنجگانه میبینی میشنوی میچشی لمس میکنی طالب هستی در واقع بخوری به میگن اروس دوست داشتنه اینم هم دوست داشتنه راجعه دوست داشتن صحبت میکنه تو دوست داری یار میگه آقا ما مثلا میگه اینو میخوری اصلا بین همه غذا من عاشق اینم دوست دارم خب این اروسه خب هم نداره ها که بگیم گناه. هرچند این واژه یک واژه که جالب خود این اروس نام خدایی بود توی یونان که به او خدای عشق زمینی میگفتن عشق فیزیکی عشق مادی عشق حتی عشق جنسی به این گفتن اروس چیزی که حواس و بقول معروف ارضا میکنه حالا میخواد میخوری ارضا میشی بوم میکشی ارضا میشی میبینی ارضا میشی با حواس پنجگانه شخص بقول راضی میشه به میگن اروس جا افتاد الان میدید اروس چیزی که با حواس پنجگانه ما به نوعی سر کار داره دومین واژه‌ای که یه لایه میره بالاتر و جایی صحبت میکنه که کتاب مقدس درباره محبت درباره فیلیوه واژه فیلیو یا دوست داشتن راجب محبتی که راجب رابطه صحبت میکنه دو تا رابطه دو تا برادر دو تا خواهر خواهر برادر کلیسا روابط اجتماعی رو میگن فیلیو شما مثلا شنیدید اسم شهر فیلادلفیا رو شنیدید خب و <applause> فیلادلفیا که یکی از کلیساهای هفتگانه کتاب مقدسه بهش میگن محبت برادرانه دلفیوس خب برادرانه محبت برادرانه فیلیو دلفیوس فیلادلفیا محبت برادر، محبت دو نفر خواهرانه برادران دو نفر با هم دیگه در واقع توی کلیسه ها بهش محبت فیلیو این محبت فیلیو به حال بین دوستان بین آدم با آدم به حال میتونه وجود داشته باشه و و معمولاً شخصی رو دوست داری چون که حس خوبی بهش داری یه فلانی آدم خیلی باحالیه فلانی آدم خیلی با معرفتیه فلانی بابا خیلی کوله خیلی باحاله میگه میخنده خیلی شارجه چرا یه چیزی از او به تو رسیده و این محبت محبتیه که در واقع به خاطر محبت احترام یه دوستی یه برخور یه چیزی اینجا اتفاق افتاده یه حرمتی گذاشته شده تو دوست داری باهاش رابطه برقرار کنی آدم باحالی آدم خوبیه آدم مهربونیه یه صفتی معمولا پشتش میذاریم فیلیو برای چی دوستش داری دلیل میاره میگه به این دلیل خب کجا میشناسیم میگه به این دلیل من تجربهش کردم آدم باحالی آدم خوبیه آدم کولی آدم خیلی با معرفتیه خیلی خوشمشتبه آدم با غیرتیه یه چیزی تو از اون وقت میبینی بهش میگن فیلیو یعنی چیزی رو تو تجربه کردی باعث شده قلب تو شده و الان نسبت به این شخص یه احساس خوبی داری کنارش احساس آرامش میکنی دیدی بعضی موقع میاد میگه چقدر برادر باحالیه خیلی مثلا میشینم کنارش این چقدر با محبت میشینم کنارش هم چیزی که معمولا ما هر کدام میتونیم تو تجربهمون بگیم که یه تجربه ای داری با یک نفر بهش میگیم به این فیلیوه یه تجربه ای داریم باها پس وقتی با آدم ها وارد رابطه ای میشیم یک چیزی به حال از اونها ما دریافت میکنیم احساس خوبی دریافت میکنیم از کنار بودنشون یه برکتی یه خیری یه لطفی در واقع به ما میکنن ما به میگیم فیدیو محبت دومه که کتاب اینم صحبت میکنه سوم محبتی که دربارهش صحبت میکنه محبت آگاه محبتی که عشق برای ماده و احساسات ما پس دیگه اینجا حس من حواس پنجگانه من و آرزوها و میلهای من نیست یه محبتیه برای اروس برای فیلیو و معمولا محبت بدون شرط محبتی که در واقع بیدلیله چرا میکنی؟ معمولا این محبت رو به خدا نسبت میدن اینو خوب داشته باشید ما معمولا تا اینجا رو میشناسیم حداقل اینو خوب میشناسیم محبت آگاپه محبت آگاپه کلیسای آگاپه خب برادران مثلا آگاپه گروه آب آگاپه مینیستری آگاپه آگاپه زیاد مثلا میشنویم درباره این خیلی صحبت میشه که محبت الهی محبتی که از خداست بدون شرط و بدون قید و بدون هیچ به معروف منفعتی وجود داره محبتی که بر اساس گیرنده نیست دهنده میاره این همون چیزی که گفتم محبتی که کتاب مقدس از جوش صحبت میکنه فقط فاعله عمل کننده است به این داره میگه که تو این آگاپه رو که گرفتی چرا نمیدی و اگر نمیدی چون که نداری نداری چون که باور نکردی گناهکاری و خدا تو رو آگاه نمود اینو چیزی بود که راجبه صحبت میکرد میکردم راجبه حوث کل پاچه و قرم سبزی و نمیدونم خربوزه و هندونه سرخ خونک نیست راجبه یه نفرم به من یه لطفی کرده بادم خیلی بحالیه نیست هیچ دلیلی وجود نداره نه هندونه توشه نه کسی برات به قول معروف پپسی باز کرده یه محبتیه که بی دلیل تو نسبت به یک نفر میتونی داشته باشی و این میگه نمیتونه داشته باشی مگر از بالا گرفته باشی این جنس مال بالاست مال زمین نیست دنبالش نگرد حالا اینجاست که میگه محبت بسیاری کم شده میگه آگاپشون کم شده نمیگه اروسشون اتفاقا رو اروسشو رفته بالا کل پاچه توپ هندونه و سیزده بدر و پارک و میتینگ و لب آب و منقل خوب و جنس مرغوب و رفیق ناباب همه چی هست همه چی جوره اما از بالا چیزی نمیاد میگه در زمانهای آخر اون دوتا خیلی زیاد میشه اگه چیزی به من رسید ای نرسید آقا ما مخلصیم او رو مزاهممون نشد به خاطر همین داره میگه چرا ما اینجا رسیدیم چرا تو زمانهای آخر میگه محبت ها شده یا حواس پنجگانه فقط خودم حواس خودم شکم خودم دست کلای خودم همون مورد اول فقط خودم یا دومی فقط به دیگران میچسبم که یه چیزی هست باحالن کولن اما یه روز کول cool نبودن منو میسوزن اما مورد سوم محبتیه که میگه دلیلش هیچ کدوم از دوومی‌ها نیست اگه چیزی قرار بدی از اونجا گرفتی میتونی بدی نداری نگرفتی تمام نگرفتی یا اگر هم کچولو گرفتی کوچولو گرفتی به خاطر همین بارهای مردم سنگین شده محبت تو زورش نمیرسه راحت درسته خوب راست بشیم دیگه تعارف که ندارید آه زورش نمیرسه میزان محبت من در مقابل فشارهای دیگران بارهای دیگران که روز برو داره سنگین میشه نمیتونه تحمل کنه اینها رو بار شوهر سنگینه سنگین تر از محبت منه بار زن سنگینه بزرگتر از محبت منه بار بچه ها اینقدر سنگینه بزرگتر از میزان محبت منه محبت من نمیکشه این همه رو چرا نمیکشه؟ چون که نمیگیرم در حضور خدا نمیگیرم و چونکه نمیگیرم اون چی هم که از قبل داشتم هی مصرف میشه کوچیک و کوچیک کوچیک یه بار دلش میشکنن یه بار سرش میشکنن یه بار میان زیر ابروش بردن چشمش کور میکنن یه بار میان با قول معروف دوستی خال خرسات یه بار اعتماد بکنی بیاعتمادی دائم زخم دلشکستگی دشمنی بدی هی کوچیک و کوچیک 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 میشه به خاطر همین دیگه نمیتونه نمیگشه و چیزی هم که بهش اضافه نشده دیگه در حضور خدا وقت نداشتم که بگیرم اگرم وقت داشتم بیشتر به رفع نیاسان بوده اینو بده 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 وقتی برای محبت گرفتن نبوده هر اونایی که ما میگیریم محبت خود یه جایی بودم یه شخصی دعا میکرد خدایا میدونم وظیفه تو چیه نمیخوام وظیفه تو به یادت بیارم باور کن اصلا کف کردم معزه یادم رفت چی میخواست نمیخوام وظیفت رو به یاد بیارم اما میدونم خوب میدونی دیگه مسئولیت ها چیه حالا جالبه تو پدری دیگه میدونی دیگه بر برچت چی میخواب احتیاج نیست ما بگیم حالا یه جان بگم کنم آمین حتی با خدا هم که میایم میفتی تو رابطه فیلی و گیر میکنیم جلو محبت چهارم که شاید اینو نشنیدی یا شاید هم شنیدی از خودم جاهایی یا تو تعالیم چهارمی واجهی که برای محبت استفاده میشه استرگوه این معمولا این یک بار تو عهد جدید استفاده شده و این استرگو محبتیه که در ذات خدا وجود داره که مال خودشه فقط در ذات تسلیس وجود داره که فقط مال خودشه وقتی این ذات میاد به انسان میرسه میشه آگاپه یعنی انسان آگاپه اینو میگیره اما تو خود خدا محبت رو بخوای بررسی کنی میگه استرگو به آدم که میرسه از همون جنس به ما که میرسه میشه آگاپه به خاطر ما بیشتر آگاپه رو میشناسیم تو کتاب مقدس چون این مال خود خداست و فقط در ذات و شخصیت خداست که این باعث بشه که ما را بدون دلیل اینجاست که فیض میگه آبشار میاد مهم نیست کسی میاد زیرش نمیاد میده محبت خدا جاریه و این محبته که دنیا رو کنار هم گذاشته این محبته که نمیذاره داوری بشه این محبته که دارو فرصت میده این محبت خداست به خاطر همین وقتی تو گناهی میکنی در مقابل محبت خدا کوچکه به خاطر همین بخشیده میشه نه گناه تو کوچکه در مقابل محبت خدا کوچکه تو محبت خدا عظیمه در مقابل تو به خاطر همین میتونه بپوشونه اما در ما چی؟ چون محبت بزرگ نیست نمیتونه گناه رو بپوشونه با گناه با میگه میگه مغلوب بدی نشید. مغلوب بدی نشی یعنی محبت تو انقدر کوچیک بدی میاد تو رو بپوشونه به جای اینکه محبت رو بپوشونه میگه محبت گناه های بسیاری رو میپوشونه محبت بسیار گناه بسیاری میپوشونه و این محبت آگاه میتونه باشه و دنیا رو کم داره دنیا داره به سمتی میره که خوبه چک بکنیم امروز میخواستم این پیغام شاید پیغام پرستشی می بود یا پیغام اصلی مو بود به خاطر می گفتم به دوتاش با هم باشه که میدونم درش هم ما رو برای حضور خدا آماده میکنه هم پیغامی که درباره قانون خدا را صحبت میکنه محبت چسب خلقته محبت چسب رابطه هاست و اگه این از بین بره چیزی دیگه برای موندن باقی نمیمونه بای بای چاو خدافز تو سی خودت و سی خدا تو اون ور جوب من این ور جوب اینه که همه چیز آدم ها درشون باز میکنن هر چی درشون میخوان میگن چرا چون محبت نداره راحت بیانصافی میکنن چون محبت نداره توی خدا ترسید نیست به خاطر همین راحت میاد هر اتفاقی میتونه بیفته تو خانواده این همه اختلاف از اینجا ببوجه. به وجود به همین دل ایسا وقتی پتروسی اتفاقی براش میفته و ایسا رو این کار میکنه و میدونه یه بار با هم جمع میشن آخرای انجیل باب 21 یوحنا همه جمع یوحنا جمعه پتروسم هم جمعه همه شاگردان با هم جمعه و اونجا پتروس سرش پایین و خجالت چرا؟ بده تجربه تلخ عیسی هم مرده رستاخیز خیزم کرده جوره همه آب روش و سر شرم. شرمه چرا؟ چون اون چیزی که باید میداد و نداد احساس رابطه شکسته نتونستم و خدا رو محبت کنم چرا؟ چون دو روزایی سخت نتونستم پشتش بیستم چرا؟ چون انکارش کردم چرا؟ محبتم اینقدر نبود که راستیتش بخوام بیستم مثل شیر بگم برات میستم می نتونستم کوچیک بود و خجالت داره میکشه از این محبت اینجا یه چی نمیگه ولی از سوال ایسا میفهمیم که این تو کلش چی میگذره چونکه ایسا انگار افکارشو میخونه که رو تنظیم میکنه بهش چطوری مرسی خداوندا معمولا دیدی های کسی به شهر آزار داده و فهمیده و خجالت زده سرش پایینه دیگه جالب ایسا بهش میگه که پتروس من آگاپه داری؟ میگه منو دوست داری؟ تو فارسی ادبیات ما هم مثل هر ادبیاتی زعفای خودش رو داره دیگه هر زبون انگلیسی هم ضعفای خودش هم. میگه که آیا تو من رو دوست داری؟ بعد پتروس هم میگه که آره خداوند تو میدونی من تو رو دوست دارم. این فارسیشه. اما اصل یونانی اینه میگه. پتروس تو من آگاپه داری؟ میگه خداوند دا تو میدونی که من تو رو فیلیو دارم. تو که به محبت کردی مادر زنمم هم شفا دادی و مدی کردی چهار مرده زنده کردی و اینها کدارتم در حد فیدیو هم نه من آگاه ندارم یا آگاه بداشتم که انکار ده میکرم تو فارسی نمیتونی بفهمی چی نوشته و دیدی چه هستیش پیدا کنی بفهمی چی میگه میگه ای تو من آگاه داری برید نگاه کنی هستش نگاه کنی میگه نه خدا من. تو میدانی که من تو میدونی تو, تو تجربه دیدی که من همین در حد فیلیو بود و رفاقت بخاطر هیچ محبتی که به من کرده بودی دلم رفت بود برات اما اینقدر نبود که نتونم این کارت کنم داشته ها تو دوست دارم اما نه به جون قیمتم و آبروم و جونم وقتی میگو فیدیو صادقانه داری میگه خب من فیدیو دارم در یه حد چشیدمت چرا چون قبلا گفته بود میگه که میخوای شما هم بریم خدا کجا بریم سخنان حیات بخش نفت سود ما ایمان آورد میگه چشیدیم ما چشیدیم به خاطر همین چشیده بود بعد فیلیو ها عجبه کرد چشیده بود دیگه باقا یه محبتی ای برد همه دیگه هم کور با حال با خود معروف یه, یه یه پپسی بعد باز کرده بود خورده بودی خوش دومده خب میگه در حد فیلیو ها بار دوباره دوباره دو میره صحبت میکنه و میگه که پتروس من آگاپه داری انگار بیشتر خجالت زده میشه میگه خدا تو میدونی که من تو رو فقط فیلیو دوست دارم در حد آگاپه نیست آگاپه مال توه حالا جالب بار سوم چی میگه دوباره بهش میگه آیا تو مرا خب دوست داری بار سوم ایسا بهش دیگه نمیگه آگاپه چون دو بار میگه آگاپه و میگه فیدیو آگاپه فیدیو آگاپه بار سوم میگه اوکی فیلیو داری؟ میگه آیا تو مرا فیلیو داری؟ حداقل دقیقا بیا با راست باشیم با هم دیگه حداقل در حد معرفتی که من برات انجام دادم حداقل به خاطر محبتی که رفاقتی نگاه میکنی یه کاری برات انجام دادم حداقل به خاطر اون چیزی که برات انجام دادم همون رو به شاگردان دیگه بده و اینجا خجالت زده میشه چون دو بار میگه من ندارم من ندارم نمیتونم پیغام سنگینیه اما مسیحت همینه، اینو فرش داریم تمام میشه مسیحیت و بریم خونه هامون میگه دقیقه چی که من تجربه کردی رو که اونو داری میگه آره اینو دارم یه همون حد دقل بده هرچه این مرد بعد میره جلو با مقهبت آگا باش میشه به طوری که میگه من لایق نیستم خدا وقت باشم، بشم منو بارونه مزدور اونجا دیگه با آگاپش آشنا بود حداقل در حدی که عیسی به تو محبت کرده به دیگری بده حداقل در حد فیلیو معمولا محبت های ما بین مردم چگونه است اینو میگم تمام میکنم بریم پرستش بین ما آدم ها سن و محبت معمولا ما میبینیم که خودتون میتونید روش اس بذارید از اون چهارتا که هیچی یکیش مال خدا بود که راجبش صحبت نکنیم میمونه اون تا. حالا بین ما بیم نگاه کنیم یه محبت هست که بین ما که بهش میگه محبت اگر که اگر به هم سر زدی منم بهت سر میزنم اگر به هم زنگ زدی منم بهت زنگ میزنم اگر اومدی برام اساس کشی منم برات اساس کشی میکنم اگر اولم پرسیدی منم اولتو میپرسم این یک نوع محبت مشروطه برای چی برم مگه چیکار کرده برام برای چی این کارو بکنم تو میفته توی محبت اگر که چون که چیزی برام انجام نداده پس ضرورتی هم نداره من براش کاری انجام بری به فلانی سر بدون برای چی با حسیله داری چی کار کرده محبت دوم چون که چون که به هم سر زدی اومدم بهت سر بزنم چون که به هم زنگ زدی الان بهت زنگ زدم چون که کمکم کردی اومدم کمکت کنم چون که محبت فیلیو یه چیزی اومده منم دارم با من رو یه بار هندونه دعوت کرده ما هم پپسی دعوتش یه بار ما رو در خونه دعوت کرده ما هم حالا دعوت میکنیم. و چی میشه؟ میشه چون که ام محبت سوم با اینکه با اینکه به من زنگ نزده یه زنگی بهش بزنم با اینکه به سر نزد یه سری بهش بزنم ببینم چطوره حتی تو دل نمیگه ولی من آهنگینش میکنم یه مقدار دارم بقول قول معروف ادبیاتش رو جفت جور میکنم اگر اگه بخواد بگه دوباره اونم مشروطه با اینکه ولی خب دارم قابل فهم بشه برای ما زمینی دارم این زیاد با اینکه بهم کمک نکرد اما کمک احتیاج داره برم کمکش کنم یعنی منتظر نبودم کاری برم یه چیزی یه طرف است به میگن آگاهه تو چه انتظاری نیست و که در زمانهای آخر این کم میشه به خاطر این رابطه های چرا؟ چون کوچیکه نمیتونه خطاها رو تحمل کنه نمیتونه اخلاقها رو تحمل کنه حتی نمیتونه تحمل نمیتونه نگاه چپ و راست رو تحمل. یکی چی میگه درجه عصبی دقت که دنیا اگرسیف شده دنیا عصبانیه دنیا کم حوصله شده و اول قرارت یا ما به دوازه اینو میگه محبت متحمله متحمل از کلمه حمل و حمال میاد قدیما بود حمال متحمل میشه حماله این محبت حماله یعنی چه حماله یعنی یه بار سنگینی رو قدیم ما مثلا میگفتن الان میگفتن باربر گلبر اسامی مختلف اومده اما از این ریشه کلمه میخوام بگم تو بازار یه نفر یه چه میدونم 10 تا صندوق یه یه نمیدونم تلویزیون نمیدونم فلان میشه که حمل میکرد یه باری در واقع می حمل کننده بود یه محبت اگر نباشه دلیلی برای هم کردن بار سنگین دیگران وجود چرا باید شوهر سنگین رو کلم بگیرم ببرم راستی چرا باید ببریش چرا فلانی رو با این اخلاقش ببرمش راستی چرا باید ببرمش دلیل ندارم مگه یه چیزی به نام محبت متحمله به همین دلیل نمیتونم ببرم صادقانه بگم ندارم ببرم اینو با روح محکومیت نمیخوام بگم یه برای اینکه قلبمون رو یه بار چک بکنه دارم چه کار میکنم نکنه دارم مسیحیت رو بدون محبت میگذرونم داره عمرای زندگی داره بدون محبت میره و همیشه به این معنی نیست که محبت ندارم این واژه قباسم باشه محکومیت نیاره اینطور نیست که ندارم میزانش اینقدر نیست که بتونم خطاهای دیگر رو متحمل بشم بیم با هم یه مرور بکنیم یه چک بکنیم نه با روح محکومیت بلکه با فیض خدا من شاید یادم رفته محبت دارم با یادم رفته یا شاید از استفادهش نمی کنم یا شاید خشمم زودتر از محبت هم میاد بیرون ایده هستن بعد موقع فکر میکنن که نباید این کارو بکنم محبت میاد بالا پس دارن اما بیا یه مرور بکنیم یه ایمانمون رو چک بکنیم ما خالی داریم میریم به جایی میریم که تنها چیزی که ما رو آسمان میبره محبت خداست و فیض خداست و فیض اون چیزی که ما لایقش نیستیم خدا به ما میده چرا به شورت فیض بدی شوهر نالایق هر وقت با نالایقی روبرو شدی تنها چیزی که میتونه فیضه فقط اگه فیض نباشه هیچ نالایقی رو نمیشه تحمل کرد به ما هم دعا کنیم تکانا پیغام باز شد این با از کلام از جاهای مختلف برای ما باز شد ما با دو دارم ایسا را به دور محبت هم باشه که خدا من قلبهای ما رو لمس بکنه و قلبهای ما رو ملاقات کنه و روح قدوس خدا دلهای ما رو چک بکنه هر جایی که احساس کردم م. کم آوردم محبت از دیگران گدایی نکنی گدای محبت نباشید بهترین جنس محبت از بالاست از بالا بگیر دیگران خیلی هنر بکنن میخوام به چی بدن یه هندونه بهت میدن بخونم اروس یه ذره بهت بی سرویس بدن میشه فیلیو گیری محبت آگاپه هم بهت بدن باز اونقدر نیست که تحمل کنه از بالا این جنس میتونه باعث بشه که تو بارهای دیگران تحمل کنه حتی آگاپه دیگران رو باز وقتی میاد یه جایی تو ممکنه فراموشش کنی چی که باش اونم ممکنه آلودگی داره انتظار نداری یه بار تو رو آگاپه میکنه یه بار تو رو زایه میکنه یه بار جونشو برات میده آگاه پی یه روز جونتو میگیره نمیدونه یه بار صدقت میره و شیانا میگه یه روز جون کنتت بخور رو تو چای حلاکت یه روز با زوارش تو رو میبره بالا یه روز جهنم باز میشه جهنم رو میریزه رود باز نمیشه روش حساب کرد اما از بالا که میاد بیام از بالا تجربه اونجا که میاد شفا میاد قلب زخمی شفا میاد تحمل ها زیاد میشه حکمت میاد معرفت میاد دلیل برای بخشش دنبالش نمیگردی میگی تنها دلیلم خداست به خاطر خدا میبخشم تا اینجا دعوا میشه میگه آقا جون من به خاطر من ببخش گفت تو کی هستی او به خاطر خدا ببخش بیایم اجازه بدیم که دلیل بخشیدن اون خدا باشه نه دیگران. این قلب های ما رو شفا میده. آمین میخوام با این آیات از کولوسیان باب سه آیه دوازده به بعد شما رو برکت بدم هفته ای که شروع میکنید مطابق آنچه که از آسمان شنیدیم درباره این قدرت محبت که آسمان و زمین به واسطه او به هم وصله پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید متحمل یک دیگر شده همدیگر را عف نمایید هر که بر دیگری ادعایی داشته باشید چنانکه مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که با آن هم در یک بدن خوانده شده اید و هم شکوزار باشید کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن شود با این آیات شما رو برکت میدم و هفته ای که شروع میکنید و در نام عیسی مسیح پرد نیکوی و رحمت و پرد تجربیات شیرین از آسمان و محبت آقافه خداوند باشد و به مورد نام مسیح آمین